مردم ایران، من بدون تعارف به شما امشب اینو میگم، اگر شما نرید توی خیابونها، نریزید تلاش های جوانان خودتون رو چه نکنید، بدبختتر میشید، ایران ویرانتر میشه. اینی که الان دارن ایران رو میفروشن به روسیه، به چین، به عرب ها، به قطر، به ویژه پارک های بزرگ. امروز آقای شمشایی از یکی از مدیران برجسته ایران، وزیر معاون وزیر هم بوده قبلا، به من زنگ زد گریه میکرد، گفت آقا من تو نیاوران هم اومدن این حرومزاده شیخ مرغا اینجا رو تیک تیکو کن دارن میفروشند، پارک های بزرگ دارن میفروشن، شما مردم بچهاتون رو کشتن، سرزمینتون دارن میفروشن، همونجا تمرگیدین. خب بلا میاد، بلا چی میاد؟ بلا میاد که اون ابلهان، و من واضح توی 45 سال صحبت کردم، در لفافه نمیگم، این وقتی میبینن مشتی ابله اونجا هست که حتی بچه‌شون کشته میشه، اجاشون تکون نمیخوره، میگن این سرزمین باید با خاک یکسان بشه. یه زلزله بزرگ بنویسید، یادداشت کنید، میاد تهران و دیگر شهرها رو ویران میکنه، و بعد این خردمندان ایرانی که در خارج از کشور هستند، که ما به عنوان دولت موقت معرفی کردیم که خیلیشون الان همشون اکثرا در سناها با رئیس جمهورها با چه کسایی که دنیا دارن میرن، برای این شما از اینا حمایت نمیکنید، که هیچ میان دعوا و جنگ و درگیری را میندازین به اسم رضا پهلوی، به او فحش میدین، به اسم اون به فحش میدین، درگیری ایجاد میکنین در خارج از کشور. استاد شرفشاهی، 16 فوریه همون تو که هفته پیش بهتون گفتم در مونیخ یک کنفرانس بود، اون تظاهرات همینا خوب بود، ولی یک رهبر جهان اونجا شرکت کرد، یعنی گورگ سایروس رهبر جهان که بایدن و رئیس جمهور نخست وزیر کانادا و اینا همه 130 کشور از جمله امریکا شاگردای مکتب او هستند و با پول اون به قدرت رسیدند، ایشون اونجا حضور داشت، سخنرانی کرد و من جزو مدعوی بودم. در سخنرانی که ایشون کرد نقشه 30 سال آینده رو اعلام کرد، یکیش اینه که امپراتوری روسیه باید نابود بشه، و با نابودی امپراتوری روسیه موارد دیگه زیاد بود، ولی من میخوام همین به شما بچه ها بگم، ببینید در خط نظم نوین جهانی بیدینی و آزادی زن، زندگی، آزادی، در این راستا امپراتوری روسیه نابود میشه، باید هم نابود بشه با جنگ اوکراین، به خاطری که ما تا کنون بزرگترین ضربه هایی که سرزمین ما خورده حتی از انگلیس که هم پیمان روسیه بوده نبوده، از روسیه بوده. سرزمین های ما رو صدها، آقای شرفشاهی استاد، 10 تا نه، صدها شهر ما رو تصاحب کرده. افغانستان که نمیدونم در برنامه شما فرمودین بهش اشاره کردین، افغانستان رو 166 سال پیش دقیقا در جنگ هرات از ما گرفتن، کل افغانستان تا تاجیکستان که به خوبی پارسی صحبت میکنن، تا عراق که ایرانک هست، اینها همه خراسان بوده، خراسان بزرگ. نظم نوین جهانی با گورگ سایروس که 5 ماه پشت سر انقلاب گذاشته و همه سازمان‌ها و تشکیلات جهانی خودش دستور داده از انقلاب حمایت بکنن، کردن تمام نخست‌وزیر بجز کمپ پوتین و روحانیت حاکم بر ایران، بخشی کشورهای عربی و چین، و این هم الان گورگ سایروس تصمیم به نابودی پوتین گرفته و نابودی امپراتوری روسیه. با نابودی امپراتوری روسیه تمام کشورهایی که الان کشورن که سرزمین های ما بودن، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، اینا همه آزادتر از اینی که هستن میشه، روسیه هم آزاد میشه، اون جهانخواری که قرنها با ما داشتن نخواهد داشت. بر همین اساس این شیوه نوین، چون علی خامنه‌ای خودش بارها اومده حمله مستقیم کرده به رهبر جهان، به این گورگ سایروس رو بگم عجب و دیده که چجور خورده، ببیش مشتبه آشنایی داره، چون وقتی که اوباما رئیس جمهور شد مسئول امنیتی ریاست جمهوری آقای روبر بایر اسمشو میگم با من 1 ساعت مصاحبه کرد، محرمانه هم نبود، روی اینترنت هست الان میتونین گوش کنی، پیغام داد به خامنه‌ای اون موقع، یعنی پیغام اوباما اون موقع از طریق رئیس مدیر سازمان امنیت CIA این بود که احمق ابله زبان اوباما، بیا تو این خط جهانی، مملکت، ملت، میهن آزاد میشم، اون شوکت پادشاهی رو به دست میاریم. این ابله بیمار روانی، علی خامنه‌ای های شرفی استاد یک بیمار روانیه، من میشناسمش، کوچیک که بوده خودش میگفت، میگفت این بابام ترکی میذاشت کنار شما رو این مرتب میزد، این از بچگی روانیه، به فردین حسودیش شده، به گوگوش حسودیش میشد، به دارجوش حسودیش میشد، آدمی که تا این حد مریضه
یک کشور اهورایی گرفته دستش، مردم پاشین، وقتم داره تموم شما، نمیتونم حرفوری که هم میخواد به شما بگم. یزدان گواهی، اگه بلند نشین ایران صاف میشه، ایران صاف میشه، همتون مثل زلزله ترکیه که دیدین بدترش میاد ایران و زیر آوار میمیرین. بیان بیرون از خون بچهاتون میلیونی بیاین، آخرین شانسه. بعد وقتی که شما نمیان بیرون، گورک سایروس میبینه خب چیکار کنیم، میلیاردها دارم سرمایه گذاری کرده، فلان کرده، فلان کرده، شما میاد یه جورایی خود رژیم رو آرایش میکنه. همونطور که 1996 بنده در جریان هستم، اینو کاملا و خوب، 6 ماه قبل از اینکه خاتمی نامزد ریاست جمهوری بشه، اصلا بدون میخواد نامزد بشه، میبودی میدونه تو برنامهش گفتم، توی روزنامه کیهان نوشتم، اینا چند تا اسم دادم از جمله خاتمی که برنده شد. بعضی اینا میرن، یعنی یک برنامه دیگه جوری داخل خود رژیم و فرزندانتون خودتون زیر یوغ استعمار 1400 یک ساله نظام تازیان خواهید بود، تجاوز، قتل، خون، کشتار. ولی مرگ یک بار، شیون یک بار، بلند شید مردم. واقعا خب مردم تا اون حدی که تونستن، جوانان ما بلند شدن و به قول اون دوشیزه ای که اول برنامه افغانی بود گفت، به حال زندگیشون رو در مشتشون گرفتن، کشته شدن و اینا رو تو خیابون ها حتی چشاشون رو کور کردن و مزدورای روسی رو آوردن، نشانگیری هایی که اونا میکردن چشای بچه های ایرانی رو، اینا همه مزدورای والداتی بود که از روسیه اومد بودن در ایران و به دستور پوتین که این ماجرا رو در حال یاری بدن به سیدعلی خامنه ای. ولی به طور کلی آقای سیاوش اوستا، هر چقدر اینا بخوان در حال مقاومت کنن، ایستادگی کنن، پول بدزدن، فرار، ولی در حال این کار ادامه نمیتونه پیدا کنه. این مسئله ای که مردم دیگه نون روزشون رو نمیتونن بخرن، دلیلش اینه که آردش رو با دلار میخرن، این نون گرون میشه مرتب، برای اینکه دلار داره همینطور میره بالا. خب این مسئله ایه که اون مردک شیرهی که دیگه اصلا نمیفهمه که این مسائل چیه، خودش رو به سرش هی میدوزدن، هی منتقل میکنن به ونزوئلا و نقاط مختلف جهان که تا روزی که بتونن فرار کنن بلن اونجا امن باشن، ولی هیچ جای دنیا اینا در آینده امن نخواهند زندگی کرد. در حال از شما بسیار سپاسگزارم، مطالب جالبی رو در برنامه امروز هم در حال ارمغان آوردین برای ما و بینندگان. تا هفته آینده شب و روز خوشی برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم. در ابتدای برنامه که دکتر خراسانی رو پخش کردی دوستان چرفشه، این نیم دقیقه آخر سیاوش اوستا، من آقای شهرتی گفتم واقعا گریه هم گرفت از صحبت های زیبای همشهریم هممحلیم، چون افغان ها رو من هممحلی، همشهری، همولایتی خودم میدونم، اونا خراسانی هستن، سرزمین آریا و ایران سرزمین اونهاست، ایران وطن افغانی هاست. میبوسم اتون. چقدر شیرین صحبت میکرد، بسیار ممنونم. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته یا بنده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر.